سال 1370 یا 71 بود که آقای مهدی فریدزاده رئیس شبکه اول منو به ناهار دعوت کردن تو اتاق خودشون. یک غذایی رو تون تون با هم خوردیم و اونجا به من گفتن که تو باید که برنامه هنر هفتم رو هم بنویسی هم ترجمه کنی و هم اجرا کنی در برابر دوربین. گفتم این برنامه چه برنامه ایست؟ گفت فیلمایی که بالای 30 سال از تاریخ ساختنشون میگذره ما دیگه پول نداریم بخریم، میریم اونا رو میاریم از تو آرشیو دوبله میکنیم و پخش میکنیم. بنابراین من با خودم یه دقیقه ترسیدم، گفتم که فیلمایی که کهنه شده دیگه روی جعبه های اون یه غباری از تاریخ نشسته، اینا برای تماشاگر چه جذابیتی داره؟ بعضی از فیلم‌ها هم که فهرستش رو دیدم، دیدم چند بار از آنتن تلویزیون پخش شده. بنابراین با خودم گفتم خب اینا چون ارزش داره ما میایم یه توضیح کوتاهی در آغاز برنامه در حدود 5 دقیقه میدیم، بعد فیلمو با تماشاگران نگاه میکنیم و بعد در پایان در حدود 20 دقیقه وقت داریم که راجع به اون فیلم حرف بزنیم. من با یک ترفند واقعا فرهنگی رو می‌کردم به تماشاگران تلویزیون و می‌گفتم این فیلم اگرچه یکی دوبار از آنتن تلویزیون پخش شده ولی به قدری ارزشمنده در تاریخ سینما که می‌ارزه ما اونو در این برنامه مرور کنیم و اگه شما به دقت فیلم رو نگاه کنید، چه بسا از مهمان برنامه که کارشناس تراز اول هست، عرایضی که من برای شما آماده کردم و برگزیده تمام نقدهایی که مثل نقد راجر ایبرت که یکی از مشهورترین منتقدان دوران خودش بود براتون ارائه میکنم، خود شما اگه به دقت فیلمو نگاه کنین خیلی بهتر میتونین تحلیل کنین که این اتفاق میافتاد. باستاب شما میدیدیم بعضیا به دقت فیلم رو نگاه میکردن. البته این برنامه یه مشکلی داشت که بعد ثابت کرد که اگه برنامه‌ای باشه که برش کسانی زحمت کشیده باشن تماشاگر خودشو داره. 11 شب شروع می شد، 1:30 2 بامداد تموم می شد. شبای جمعه بود، اسمش بود هنر هفتم. این هنر هفتم برگرفته از همون مقاله‌ای بود که یه منتقد بسیار مشهور به اسم ریچیوتو کانادو از ایتالیا که تمام مقالاتش به زبان فرانسه بود نوشته بود و می گفت که هنرهای قبل از سینما 6 تا بودن، حالا هنر نوینی پا به عرصه وجود گذاشته به اسم سینما که من به اون لقب هنر هفتم میدم. روحانیت با طبقه اشراف پیوند میخوره و این به تدریج هر چقدر ما جلوتر میاییم اون معنویت مسیحی رخت برمیبنده از جامعه دینی، به جاش همین عوارض رو ما میبینیم، به این همین عارضه ها رو میبینیم در جامعه مسیحی میبینیم. جایی که به اواخر قرن 16 هم میرسیم بعد میبینیم که اکثر حکام به تجملگرایی و روحانیت هم اینجور روحانیت کلیسای رومی هم این رو فراموش میکنه، خرید فروش مقامات کلیسایی و با خیانت حتی مقام های خودشونو به دست میارن. در اون برنامه اون روزگار به یاد میارم که کپی رایت در تلویزیون باید رعایت میشد و نمیتونستن فیلم هایی رو بیارن به برنامه که تاریخ ساخت اونا از 30 سال زودتر بوده باشه. بنابراین فیلم هایی رو میوردن برای برنامه ما و میگفتن این فیلم ها رو شما نگاه کنید به زبان اصلی، مهمان برنامه رو انتخاب کنید، بشینید گفتگو کنید، ما اینو میفرستیم قسمت دوبلاژ، بعد دوبله میکنن و بعد 2-3-4-5 ماه دیگه از روی آنتن پخش میشه. در حدود 56 تا برنامه مجموعا تولید شد که شبای جمعه پخش میکردیم. هر بار
یکی از کارشناسای تراز اول رو دعوت می‌کردیم که بیاد به عنوان مهمان برنامه و یه قانونی رو من برای خودم هنوزم که هنوزه تو 71 سالگی قائلم. این قانون منه، من میگم که باید که زمان رو بیشتر به مهمان برنامه بدیم و مهمان برنامه باید فرصت داشته باشه که بتونه در اون زمان بسیار محدود تلویزیون درباره فیلم حرف بزنه، نه اینکه من بخوام در مرکز توجه باشم و هی خودنمایی کنم و کارهای اینجوری که الان بعضی موقع به طرز ناشایستی تو برنامه تلویزیونی میبینیم. من میرفتم برای هر برنامه تلویزیونی بین 4 تا کتاب تا 17 تا کتاب میخوندم. چرا؟ به دلیل اینکه من تحلیل سینمایی نمیکردم. مهمان برنامه هم دعوت نشده بود که تحلیل سینمایی بکنه، در حالی که من معلم سینما هستم. خیلی راحت میتونستم بگم ببینید این مونتاژش چقدر خوب بود، ببینید این چجوری فلان بود، میتونستم از این چیزا زیاد بگم و راجع به نورپردازی و فیلم برداری اینا خیلی میتونستم حرف بزنم. ما راجع به محتوا حرف میزدیم. اگر یک فیلمی تمام محتواش روی محور روانشناختی بود، من مجبور بودم واقعا مجبور بودم که برم تو روانشناسی و اون مپس رو به دقت بخونم که بتونم 4 دقیقه جلو مهمان برنامه حرف بزنم. اگر راجب سیاست بود، اگر راجب تاریخ ادیان و مذاهب بود، راجب تاریخ مسیحیت بود، راجب تاریخ سیاسی کشوری بود، من مجبور بودم که برم اونجا در اون سرزمین مطالعه بکنم و یه چیزایی رو بیارم. هیچ اطلاعات اینترنت امروز هم در دسترسمون نبود. مجبور بودم به کتابخونه ها برم و پژوهش پایه و اساس برنامه‌ای است که بالاخره امروز بعد از 20 چند سال که گذشته ازش، در حدود 24 سال ازش گذشته، هنوز که نگاه کنیم می‌بینیم تازه است. یه برنامه رو به من دادن به زبان ایتالیایی. من ایتالیایی بلد نیستم. بعد مهمون برنامه آقای مددپور هم خب ایتالیایی بلد نیستن. این مرد نازنین که از دنیا رفت در یه تصادفی، روحش شاد باشه، این فیلم رو نگاه کردن و اسم فیلم خیلی خوب به ما میگفت که این داستان چیست. جوردانو برونو، یک شخصیتی که در تاریخ مسیحیت 400 خورده ای سال حقیقتاً در دل واتیکان، در نزدیک پاپ کلمنس هشتم اتفاق میفته و او میاد یه جمله‌ای رو میگه که اون جمله یه دفعه تمام واتیکان رو به هم میلرزونه، همه رو یک جا پریشان میکنه. یک دفعه میگه که جهان هستی لایتناهی است و زمین مرکز کائنات نیست، کائنات انتها ندارد. این فقط همین جمله رو میگه و به همین دلیل تمام چیزایی رو که کلیسا میخواست درباره اون بگه، اینا رو یک دفعه برد زیر سوال و این از چشم پاپ افتاد. دادگاه تفتیش عقاید براش تشکیل دادن. بعد از اون این دادگاه او رو به مرگ محکوم کرد. در میدان کمپو دی فیوری باید اونو زنده زنده در آتش می سوزاندند تا شاید گناهان او بخشیده شود و شایدم نه. من مجبور شدم پا به پای مهمان برنامه آقای مددپور که تاریخ مسیحیت رو درس می دادن انقدر کتاب بخونم که الان یادمه 17 تا کتاب خوندم تا بتونم 5 دقیقه یا 6 دقیقه جلوی استاد بزرگی مثل شادروان مددپور حرف بزنم. حضرت مسیح در خطاب به حواریون میگه که ببینید گذر کردن یک شتر از سوراخ سوزنی ممکنه، اما ثروتمندان از دروازه ملکوت نمیتوانند بگذرند. اما کلیسای رسمی این سخن رو فراموش میکنه به تدریج. زمانی که کلیسا بعد از فرمان کنستانتینوس و بعدش تودوسیوس، دوتا امپراتور مسیحی روم، رسمیت پیدا میکنه، روحانیت با طبقه اشراف پیوند میخوره. وقتی برنامه برای تلویزیون درست میشه، این برنامه باید یه شکلی باشه که 50 سال بعد اگه از تو آرشیو آوردن نگاه کن، اگه ازتون پرسیدن این مزخرفات چی بود که تو گفتی، بگی اینا سند تاریخیه. یه فیلم دیگه ای آوردن به اسم روز شغال. این فیلم بیشتر به فیلم‌های پلیسی و کشمکش‌های اینجوری
نزدیک میشد. اگه من آدم سطحی نگری بودم، ترور واقعا نافرجام ژنرال دوگل رو میتونستم از زاویه سینمایی تجزیه تحلیل کنم که این کار رو نکردم. میدونستم، فقط یه مقدار خیلی کم میدونستم که ژنرال دوگل سه بار از مسند ریاست جمهوری کناره‌گیری کرد. او که در جنگ جهانی اول با درجه صدفان دومی برای بزرگی کشورش جنگید، در جنگ جهانی دوم او برای سربلندی کشور خودش با درجه سرهنگی جنگید و بعد با درجه ژنرالی اومد توی انتخابات شرکت کرد و سه بار از مسند قدرت کناره گیری کرد و اومد جلو. چرا باید اینطوری بشه؟ مجبور بودم کتاب بخونم. IMDB در کار نبود و کتابی که بتونم حقیقتا بخونم در کار نبود. من مجبور بودم به کتابخونه دانشگاه هنر برم و اون مجموعه بزرگ دارالمعارف 20 جلدی دانشکده رو بخونم تا ببینم که توی اینجا چی نوشتن راجع به روز شغال. مردم به راستی میخوام بگم که واکنش حیرت آوری نشون میدادن نسبت به فیلم‌ها و نسبت به تفسیرهایی که ما میکردیم، که گفتم یه بار تفسیرهای ما محتواش به ما میگفت که باید درباره روانشناسی حرف بزنین، چون فیلم تمام ساختارش و قصهش روانشناختی بود، یه فیلم دیگه تاریخی بود، یه فیلم دیگه فلسفی بود. و برنامه هنر هفتم نقطه درخشانی در کارنامه فعالیت تلویزیونی من محسوب میشد و از مردم نمره بسیار بسیار خوبی گرفت. مطابق اون تفکر و قایات این جهانیشون باشه. ضمن تشکر از شما به خاطر توجه به این برنامه و با تشکر از استاد مددپور که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتند، تا برنامه دیگه از شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. شب به شما خوش. شما و تلویزیون یه دوره در حدود یک سال یا بیشتر به من واگذار شد که اجرای اون برنامه رو من بر عهده بگیرم، ولی وقتی که روی این صندلی نشستم و این کار رو انجام میدادم، هیچ هفته ای نبود که من راضی باشم از اجرای برنامه‌ای که پخش مستقیمم بود. وقتی میمدم بیرون احساس میکردم من خودم از خودم اراده‌ای ندارم و در تولید هیچ گونه ابتکاری ندارم، فقط باید گزارش بدم که این سریال ها در حال ساختنه و بعد یه مقدار فیلم ها و چیزهایی که از قبل آماده شده بود اینو در لابلای حرفای من استفاده میکردن. و من احساس کردم که در اینجا سلسله جنبان برنامه من نیستم و سلسله جنبان برنامه حتی تهیه کننده هم نیست. اون موقع یه قصه‌ای روی دل من بود که این قصه رو دلم میخواد که با شما در میون بذارم. ببینید، ژاپن موقعی که کنفیکون شد بعد از اون دوتا بمب ناجوان مردانه که روش انداختن، مدیریت اونجا رو دوباره از صفر رسون به صد. هر جا یک جامعه استواری رو ما میبینیم، باید که سایه یک مدیر مدبر رو در پشت سر اون جامعه جستجو کنیم. برای تلویزیون و برنامه سازی من جمله ای رو با قدرت به شما میگم، با اطمینان بهتون میگم، با موهای سفید بهتون میگم، هر وقت یک فیلم موفق یا یک برنامه تلویزیونی موفق رو دیدید، سایه یک تهیه کننده رو دنبال اون جستجو کنید. در برنامه های بعدی که من کار کرده بودم برای سازمان تلویزیون، تهیه کننده های خیلی خیلی به نظر من توانایی بودند که کمک کردن تا برنامه خوب بشه، به خصوص در برنامه هنر هفتم که اون خودش یه سکویی بود برای شکل گرفتن یک الگو برای آینده تجزیه تحلیل فیلم های سینمایی در ایران که هنوز نظیرش ساخته نشده. همچنین چیزی بعد از سینما ماورا نیومد تحت شرایطی که بیان بشنن تفسیر بکنن اونو. ولی من برنامه شما و تلویزیون رو شاید ضعیف‌ترین نوع کار خودم تو کارنامه خودم بگم، به تهیه کننده اون برنامه خدای نکرده توهینی نباشه.